کهن‌ترین و بزرگترین درخت سکویای جنگل‌های سیرا نوادا واقع در کالیفرنیا از بین رفت. درختی با عمر 3000 سال و به بلندی بیش از 100 متر. گروهی از درخت‌نوردان حرفه‌ای برای جمع‌آوری نمونه‌های ژنتیک سکویا داوطلب شدند. گروهی به نام بایگانی درختان باستانی در این منطقه جمع شدند و مؤسس آن میگوید کاشتن دوباره درختان در همه جای دنیا حیاتی است و بخش مهمی از روند ترمیم تأثیرات تغییرات آب و هوایی محسوب می‌شود. درخت سکویای قول که به بلندی 100 متر و قطر 8 متر رشد می‌کند، بستر مناسبی برای جذب گازهای گلخانه‌ای مانند مونوکسید کربن است. مونوکسید کربن از دلایل اصلی تغییرات آب و هوایی است. عمر این درختان که در مقابل آتش سوزی، کشسالی و بیماری دوام دارند به 3000 سال میرسند. مدیر این برنامه میگوید فکر میکنیم در ترکیب ژنتیک این درختان چیز ویژه وجود دارد که به مقابله با تأثیرات آب و هوایی، گرم شدن زمین و امثال آن کمک میکند. جیم کلارک یکی از درخت نوردان نمونه از شاخه های جوان را جمع کرده است. در مرحله بعد نمونه ها به آزمایشگاه این مؤسسه در میشیگان منتقل می شوند. در آنجا نمونه ها در خاک حاصل خیز کاشته می شوند. این سرشاخه های چیده شده را از بالای درخت سکویا قطع کردیم. تا بالاترین شاخه و نوک درخت بالا رفتیم تا این قلمه ها را ببریم و جمع کنیم. این قلم‌ها زیر نور فلورسنت بنفش با حرارت و رطوبت سنجیده شده رشد می‌کنند تا ریشه بزنند. با وجود شرایط حساب شده، بسیاری از آنها از بین می‌روند و آنهایی که ریشه می‌زنند چند سال در محیط آزمایشگاه می‌مانند و سپس در زمین کاشته می‌شوند. It's a biological miracle. به نظر من این معجزه است که تکه‌ای از پوست یک درخت 3000 ساله ریشه بزند و ما درخت مینیاتوری 3000 ساله داشته باشیم. ژنتیک آن دست نخورده باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند. این درخت بسیار کوچک از نظر ژنتیک دقیقاً مانند درخت مادر می‌شود. ولی همه کارشناسان با این نظریه موافق نیستند. تاد دوسون، استاد زیستشناسی تلفیقی در دانشگاه برکلی، با تردید در این زمینه معتقد است محافظت، شبیه‌سازی و کاشت تعداد کمی درخت نمی‌تواند از دمای زمین و گرم شدن آن بکاهد. پروفسور دوسون بر شیوه‌های مستقیم مانند کاستن از میزان مصرف سوخت‌های فسیلی و محافظت از جنگل‌های استوایی تأکید می‌کند. سرعت تغییر آب و هوا در حال حاضر بسیار بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ ثبت شده کره زمین است. در نتیجه باید به راه‌های سریع بیندیشیم. سرعت کند رشد یک درخت با شتاب تغییرات آب و هوایی هماهنگی ندارد. با این حال درباره اهمیت کاشت و محافظت از درختان بزرگ اختلاف نظری وجود ندارد. گروه کاری آرشیو درختان برای کاشت بیش از 1000 قلمه سکویا و سرخچوب یا درخت ماموت در منطقه سردسیر غرب آمریکا برنامه ریزی کرده است. این گروه بیش از 170 گونه گیاهی را شبیه سازی کرده و نزدیک به 300 هزار قلمه از این گونه ها را در مناطق مختلف دنیا کاشته است.